آسمان ها و زمین را آفرید. برای زینت آفرینش از پست‌ترین عناصر جهان یعنی خاک، بالاترین مخلوق خود آدم را بیافرید. و سپس بر کالبد بی جان آدم روح دمید تا جان گرفت و او را در فردوس مکان داد. زان سپس آفریدگار بزرگ برای آدم جفتی بیافرید تا او را مونس و همسر باشد و او را حوا نامید. و چون خداوند از کار آفرینش فراغت یافت، جمیع ملائک آسمان را امر فرمود تا آدم را سجده کنند و همه فرشتگان آدم را سجده کردند به جز یکی و آن ابلیس بود. من هرگز بر این موجود خاکی سجده نخواهم کرد. تو خود مرا از گوهر فروزان آتش آفریده ای و او را از عنصر تیره خاک. ای ابلیس، آدم از همه موجوداتی که آفریده ایم برتر و بالاتر است. تو نیز چون دیگر فرشتگان فرمان داری او را سجده کنی. ای خالق آسمان و زمین، من از جهت عنصر و گوهر از آدم برترم و بر این فرمان کردن نخواهد نبود. و چون ابلیس فرمان الهی را تمرد نمود، آتش خشم خداوند بر وی نازل شد و به عذاب ابدی دچار شد. از این دشمنی و جنگ و دروغ در جهان بپراکنم و راه رستگاری را بر تو ای آدم ببندم. کاپیتان آدم، چه خبره؟ شما اینجا باشین و به کارگراتون زور بگن تمام کارگرایی که تقاضای اضافه دستمزد کرده بودن زندانی شدن. زندانی؟ نماینده های شرکت عوض اینکه به درخواست اونا رسیدگی کنن تو انبار حبسشون کردن. دارن شلاقشون میزنن. کارگرها دیگه نمیخوان برای این شرکت کار کنن، ولی با خدای جلوشون رو گرفتن تا کشتی حرکت کنه. ناجنسا، تو برو، منم الان میرم سراغشون. ازش بگیرید. برید کنار احمقا.
حتی دست به من بزنید میکشمتون. دستور میدم تو هیچ شرکتی بهت کار ندن. من دیگه از هر شرکت و از هر موجودی مثل شما بیزارم. شما همتون نهنگین، همتون قدر نشناسین، همتون کوسه ماهی هستین. میرم جایی که رنگ امثال شما رو نبینم. میرم پیش پسرام که الان هر کدومشون میتونن همه شما رو بخرن.
چیزی بخرم و بیا. مر آره آره. بفرمایید. خیلی ممنون. چرا اون زن رو میزنن؟ حتما دزدی کرده. خوشگل بابا. آره خوشگل. چه خبره تو پسر؟ مگه
پس چیه؟ زنه. ما از اول عمرمون فقط 3-4 تا پیر و پاتال دیدیم. تازه یکیشون هم کچل بود. آره. یکی دیگه‌شون هم چلاق بود. راست میگه. بابا، این از کجا پیدا کردی ها؟ پیدا کردی چیه؟ مگه این حویجه؟ بچیه؟ این زن رو من عقد کردم. از حالا به بعد جای مادر شماست. راستی یارم رفت معرفی کنم. این حابیله. این قابیله. من آدمم و تو هم حوای منی. بابا، چه یارسی میکنی ها؟ برینم از این حرفای شام خوب برامون درست کنی. امشب باید جشن میگیریم. شام چی دوست داری ننه عبا؟ به من نگو ننه عبا. ننه عبا. ننه عبا. خب بازه بچه ها دیگه موقع خوابه بریم بخوابیم بره تو کلبه نه شما امشب همینجا بخوابیم اینجا آب و هواش بهتره خب اگه هواش بهتره شما اینجا آره بابا ما همون تو کلبه میخوابیم بریم نه نه شما تو کلبه نمیخوابیم چرا ما تو کلبه نخوابیم بابا برای اینکه جا نیست چرا بابا اینجا خیلی گنده است لوگو من اینجا بخوابم حفا اینجا بخوابه حاویلم اینجا بخوابه تو هم رو تخت بخواب نه نه شما ها امشب همینجا بخوابیم همینجا جشن بابا چرا بابا نمیذاره ما تو بخوابیم ها مگه بارو دوست نداره چرا ولی آخه آخه و کوف من بخوابم تو بخوابم خوابم تو بخوابم ببین بابا امشب زنگ گرفت در روز بری آرز دمسا کن وایسا نمیشه بیا تو حالیت کنم بایی میخوام رو عرصه دمست بیا اینجا تو خورو اینجا مامان چرا اومده اینجا؟ مادم بخوابم اینجا پیش تو نه تو نباید اینجا بخوابی بلند شو برو بیرون مگه تو دیوونه ای دختر ما با هم زن و شوهر هستیم گفتم نه من شوهر تو هستم بالاخره چی؟ اگه بمیرم نمیذارم به من دست بزنی. هیچ کارم هست چی داری میگی دوستان؟ کنار. وای سر ببینم. چی رو بل کنم؟ برم کن. آروم باش. بلا چی دارم میگم؟ دارن راجب عروسی هر. من عروسی دوست دارم. بریم تاوش کن. بیا اینجا. مگه تو تا حالا ندیدی یک زن و مرد با هم عروسی کنن؟ من کاری به عروسی ندارم. فقط میدونم یه مردی به مادرم اون وقت پدرم هر دوشون رو کشت. از اون روز من از تمام مردم میترسم. لا 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 اون چه ربطی به من داره چی میگی ما با هم محرمیم بیا دختر بیا تیغ زد تیغ زد مثل این که دعوه شده مگر سی دعوان داره عروسی سر تا پاش دعوان اگه نری بیرون خودم رو با این میکشم چی داری میگی دختر نیا جلو گفتم نیا جلو دست بردار اینه به نزمین خودم رو میکشم خیلی خوب تو روی تخت بخواب من همینجا روی زمین میخوام برو بیرون آخه برم بیرون جواب اونا رو چی بدم اگه نری بیرون خودم رو میکشم بابا اون وقت آبروی من میره گفتم برو بیرون خیلی خواب مثل وحشی ها میمونه اقلا بذار من همینجا دمی در بخواب برو بیرون خیلی خواب میرم بیرون محسنم شانسه بود زود باش بیگه بخواب بابا داره میاد بابا در اون نه نه بابا بیرونش کرده هم سبانی چی فکر میکردم و چی شد شما هنوز نخوابیدین؟ خیلی وقت خوابیم بابا خیلی وقته بابا بابا چیه؟ ما خیلی وقت خوابیم خیلی وقت خوابیم چیه؟ بابا خیلی کردی بابا آره یه رو رد ندارم چیه چه خبرته؟ زهر مار اینجا یه خوده چرا میخندی؟ مورچه رفته تو تو رو شدن نه بابا چه دا بیشورا بگیریم بکپین بکپین یارو نامیدش کرده به نازم به اون روی تور داماد نامید بابا نامیدش کرده نه بخوابید بابا یه بخوابید صبح میشه روز میاد توی دنیا شب رو
روز روز شب با هم میچرخم تو هوا پی هم ماه و خورشید شب روز روز شب با هم میگردم آبی دوباره سوش شد و من بلا سرا نشسته گرد تلا رو کاکل درخت و ستاره گوش باره بود به گوش آتمون تو مشت دوست سهر ستاره شد نهان
نداره قابل، الان بابا خودش پشیمون میشه. اون زنش رو دوست داره، منو دوست نداره. من از اینجا میرم، برم کن. چی میگی؟ کجا رو میخوای بری؟ برو، برو برم کن. میرم شهر سالی کار بکنم. چی؟ برم کن. نرو قابل. عیب نداره، ناراحت نباش، یه خورده استراحت کنی حالت جا میاد. قابل، قابل کجا هستی؟ من اینجا. برادرت کجاست؟ قابل کجاست؟ رفت. رفت؟ اون قهر کرد. شما نباید اون رو کتک میزنید. آره پدری حق داره بچه شو کتک بزنید. آخه اون رو علاقه که به شما داشت هوا رو زد. حالا کجاست؟ رفته تو شهر ساحلی برای خودش کار پیدا. بیا بریم پیداش کنیم. بیا لباس بکشیم بریم. بریم قضا فرید. قابل قابل
چه وایسا کارت دارم. چه؟ چه چکارم داری؟ ما داشتیم دنبالت میگشتم. چکارم داری برو؟ برو پیکاره؟ این داشمه. بیا بریم بابا منتظرته. من نمیام. میخوام پیش این بمونم. بهم غذا میده. بهم غذا میده. نهار میده. شام میده. تام بمون. تام بمون. این داشمه. خوشگله. منم خوشگرم. بیا بریم دیگه معطل نکن. من نمیام. حالا که بابام مرا زده من دیگه نمیام. من پیش اون خانمه میمونم. چرا بابام زنده؟ دیگه صدام کرد. میخواد بهم غذا بده. تام بیا. نخیر. تو برو. تام برو واسه خود یه زن پیدا کن. برو. برو پیدا کن. اینجا زن ریخته. ریخته. قابی. قابی. چشش به ثروت شماست.
بدش من. میترا خانم چی شده؟ میترا خانم چی شده؟ از طوله حرفتو بزن. چجوری حرفتو زبونم بند اومده جمعه. بیا جلو بگو. آخه آلو خانم جون نمیدونن چه خبر شده. واویلا شده از اون واویلا ها. بگو چی شده؟ خوبه حرفتو بزن. نفهم بگو چطور شده؟ آخه چی شده؟ خالص از که خانم بگو گفتم چی شده؟ خانم جون میگم چطور حالا که عروسی شما به هم خورد نبایی عروسی کنم؟ جون بکن بگو ببینم چی شده؟ آخه دارم با حاوی دعوا میدارم. بله برو دیگه. ببینم عشق من اگه قرار بشه من با تو عروسی کنم چقدر مهر میکنی؟ حالا باید من مهرتو کنم. آقا حالا زنا مرد رو طلاق میدن اومدی با فردا سر شیر دادن بچه دعوا ما شده طلاق هم دادی. برو گم شو. باقا بیقون پدر هیچکس حق نداره به این آقا توهین کنه. اون به خاطر من اومده توی این من خونه. نمیخوام اینجا بمونم. این خونه و دارایی هم ارزونی ایشون که مثل زالو بهش بچسبه. پس خفه شد از خفه شد. مایی تقگیل. قربونه ترکیدنت به. اینجا اونه ترکیل دلو داره. خیلی درد گرفت جعفر جون. جعفق نیست جبخی ها. صاف کن حالا نه. بیا برو. بیا به تزیرش بیا. نه رو. بیم کنیم. بیم. خودم میرم. حابی. حابی. دلم تو به دختری پرنو. اینطوری با یه آدم خوب رفتار میکنه. تو اتاقت. اون جون و زندگی منو نجات داد. من دیگه از همه چیز بیزارم. از این زندگی، از شوهری که برام انتخاب کردین بیزارم. تا حالا پدر هر چی گفتی قبول کردم. ولی دیگه نمیکنم. بگیر. اینا منگشتر نامزدی تو. حالا من میگم باهاش صحبت میکنم. برو بابا حوصله داری. ببینم چه خبر شد. همش نفته. خواهش بس. پاشین گریه پایی ای برو کنار خانه جور گریه نکن خوبش بلان کن خوش حبیب رفت عشقت قرم من باید چی بار کنم خداوند پنجره رو بخشی آفریده پاشو بر دنبالش دیگه بود دو موازه پاشو کسی نیاد تو با وزبه در باش منم موازه به پنجره ببینم از دل به کمک دقا باز کنید دقا باز کنید برو کنار دقا باز کنید معذرت بخوام اون خودش نمیدونه چی کار داره میکنه ولی من از شما تشکر میکنم من وظیفه‌مو انجام دادم سعی کردم بهش بفهمونم اون حاجی لکلک لایق شما نیست اون حاجی لکلک صاحب 150 میلیون ارث پدرش میشه پدر منم خیال میکنه چون اون پول داره من باید زنش بشم ولی من تو کسی رو دوست نداشته باشم هیچ وقت زنش نمیشم امیدوارم بتونی با یکی که دوستش داری عروسی کنی اونو پیدا کردم چیه؟ بیا تو برای تعریف کنم دراز زنم اون زنده که نگفتی اون نیسته با حابیل قرار گذاشیم بیاد اینجا مثل که عروس نیمده چرا خودشه Thank you.
جان. تو همین کافه بغلیه. آفرین. زود باشین. بچه های دیگرم خبر کنیم. باید بریم حساب یارو رو برسیم. بیاین. Yeah.
مثل هم دیگه هستن. همشون ظالم و بدجنسن. از زن فقط توقع کیف و لذت دارن. ولی امشب فهمیدم که مرد خوبم هست و میتونه بهترین دوست و پشتیبان یه زن باشه. اتفاقی خوب
با یه دختر خوشگلی آشنا شدم. از برادر چه خبر؟ امروز ندیدمش، اما میدونم کجاست. الان میرم سراغش. برو بردار بیارش. ما میریم کلبه تپانچه و خنجره. چش بابا، خدافظ. بابا تام که پیدا کردی، بی بریم دیگه. برو بابا، تو هم دل خوشی داری. نفخ میدم. تقصیر منو که کردم. این سحر تولی دارم ازت پذیرایی میکنم. میخوای بفرستم بیا یه فصل بزنن ات مثل دیشب. یه بگو دیگه رو دروسی نکن. میترا خانم منو فرستاده که ببرم ات خونه. منم مامورم و میبرم ات. عجب عاشقایی بی بوتی تو این دور زبونه پیدا میشن. پسر جون، اگه یه دختر خوشگل بفرسته سراغ من جلوش 200 دفعه ملق میزنم. هر هر هم نداره، بیا اول یه تو که پا بریم خونه مشروخ، بعد بریم سراغ برادر. برو، خوبیل، خوبیل، شدم من. بیا تو، بیا تو، بیا تو، گربه هاو، گربه هاو، گربه هاو. چه خبره، چرا داد میزنی سل؟ الهی که من قربون تو برم. کن، تنم سیاه میشه. گربه خانم بگو بیا زغال انم. چه؟ بودو، قربون تو برم، بودو. بیا حبیل جون، بیا تو نترس، بسی چفتی اینجا نیست. کس میگه چاق فخر نیست؟ چاقی هست؟ خیلی خوشحالم که اومدی. پدرم میخواد باهات حرف بزن. برو خبرش کن. بردم باز که خبر بردم. خبر آوردم. آدم بردم. آدم آوردم. جفق بردم. چاقی آوردم. حالا برو دیگه. بعد از اون بلایی که دیشب سر من آورد، دیگه چه حرفی داره با من بزنی؟ پدرم دیشب عصبانی بود. نمیفهمید چی کار میکنه. از طرف اون من ازت معذرت میخوام، بالاخره اشتباه پیش میاد، ولی من باهاش صحبت کردم، بهش گفتم اگه بخواد منو به زور به جعفر بده و یا مانع دوستی من و تو بشه خودمو میکشم. حالا میخواد باهات صحبت کنه. خواهش میکنم ناراحت نباش و اونو ببخش. نمیترا، من ترجیح میدم با پدرت روبرو نشم. سب کن. ما رو تنها بذار. دست و لکیف. بله چشم، آماده به خدمت بفرمایی. کیف رو گذاشتی رفتی؟ ها، داری تصمیم میگیری؟ بعض تو میفهمم، منظورتم میفهمم. خب، هر کسی باید از یک راهی زندگی بکنه. 10,000 تومان بسطه؟ بگیر، مال توه. این پولو برای چی به من میدی؟ بگیر، اگه کمته حاضرم دو برابرش بکنم. بیا، اینم 20,000 تومان. من منظورتون از این کار نمیفهمم. چه؟ خیلی هم خوب میفهمی. اون تا میخوای بیشتر خاصی بکنی. بسیار خوب. منم خواست کثیفتون برآورده میکنم. بگیر، این 25، 30، اینم 40,000 تومان. دیگه چی میخوای؟ بردار سود از اینجا برو. دست از سر دختران بردار. این دامی رو که به خاطر داراییم پهن کردی، جمعش کن برو. بایدم بخندی، چون میدونی خوب جای چنگ انداختی. بیشتر میخوای؟ بیا، اینم 50,000 تومان. بردا برو گم شاسی خونه برو. خوب گوش کن آقای محترم، یه جوانی رو میشناسم که میونه کثافت و نکبت بزرگ شده بود. تو زندگیش جز رنج و بدبختی هیچی ندیده بود. نمیدونست تو این دنیا عشق و محبتی هم وجود داره. اون جوان وقتی محبت رو شناخت، یه روز 50,000 تومان اینطوری گذاشتن جلوش که عشق خودشو با پول عوض کنه. اونم پولا رو برداشت بیر جلوی پای صاحبشو، بهش گفت لعنت به شما پول پرستا که همه چیزو تو زندگی با پول خرید و فروش میکنی، حتی محبتو. گوش کن ببین چی میگم. گوش کن ببین چی میگم. با وجود این دسته های اسکنا سعادت ما رو تعمیم میکنه، ولی من خودمو به پول نمیفروشم. یه دقیقه زندگی شرافتمندانه ما بی پولا میارزه به یه عمر زندگی پول پرستی مثل تو. از قول من از میترا خدافظی کن. از این بزن خوشم میاد. ملم کن بابا. آقای بی تربیت، جلوت آدم. او من که آدم نمیبینم. پس من چیم؟ حیوونم؟ دور از جون حیوون. پدر زن عزیزم، شما اجازه میدید که این در خانه شما به من توهین کنه؟ آره. من انتقام میگیرم از شما. پیچه شت اپ. ببخشید جعفر خان. جعفر نیست، جفری هست. من از شرافتم دفاع میکنم. شرافتت اونجاست، برو جمعش کن. پولهاش بقای چی؟ پولهای من ریختن روی زمین برای اینکه رو هوا جا نبود. اینها ثروت آینده ای من هست. نفهمیدم ثروت آینده تو یعنی چی؟ یعنی این که بعد از اینکه شما مقدی، ثروت شما به میترا میرسه و ثروت میترا هم یعنی ثروت من. پس تو چشمت به پول و دارایی منه. بله البته بعد از اینکه شما مقدی. تا
آها، البته قبل از این که من مغدی، شما چند تا اغدنگی از من خوردی. نه، 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 جفر، نه، جفر، نه، جفری هست، جفر، نه، جفری هست، نه. چی شد پدر؟ پس آبل کو؟ رفت دخترم، ولی هر طور شده باید پیداش کنی بیاریش اینجا. تو دنیای امروز کم زدم پتش کردم بیا بیا بریم اصلا باید پیداش کنی. بابا بابا که از بس که دنبال این پسر دویدیم و دویدیم قدمون کنی بریم دیگه. خیلی خوب رفتیم دیگه. پدر سوخته بعد از اینکه شما مخدی. برو چرا ببرش تو عطیل فروشی آبت حسن. سلام عرض کردم کاپیتان آدم. سلام. منو به جا نمیارین؟ منم ملوانای قدیمی شما هستم. خدمت ازم برمیاد انجام بدم. خیلی متشکرم. مثل که تازه تو شهر تشریف آوردین. خریدی کاری دارین؟ من این شهر خوب بلدم. یا عتیق فروشی یا سمساری میخوام که اینا رو بهش بفروشم. من نشون تو میدم. بفرمایید خواهش میکنم. خب حالا بریم ترتیب بقیه کارا رو بدیم. بفرمایید. آبد هستن، کاپتن از دوستان من هستن، تا میتونی باشون را بیاد. خب کاپتن، باید مرخص میشه. خیلی متشکرم، زحمت کشی. خب، چقدر برای این میخوای؟ پسش من به 4000 تومان احتیاج دارم. چرا میخندی؟ جانی خیلی حدت کنه و بیارزه 400 قیمت داره. اگه میخوای که پولش همین الان بهت بدم. این اسلحه مال 100 سال پیشه. عتیقه است. رو لولش تلاکاری شده. اینو از من 8000 تومان میخریدن ندادم. نه آقا جان به دروغ گفتن. سنگت کردن. من حتی یه شه بیشتر 400 تومان پاش نمیدم. آمد هستم. بله. یه دقیقه بیا. اومدم. فکراتونو بکنین تا من برگردم. 8000 تومان. حالا باید چیکار کنیم؟ اونجا پول هست. آخه خدا رو خوش میاد ما رو برای چندر باز از بهشت کوچیکمون بیرون کنن. اون وقت اون همه پول اونجا باشه. فقط یه خورده از این پولا ما رو نجات میده. بهتره با اینجور پولا نجات پیدا نکنیم. چقدر زحمت کشیدی تا اون کلبه قشنگ تو ساختی. با اون همه زحمت صحیحه که بذاری زحمات تو هدر بدن و آوارت کنن؟ هیچ کس نمیفهمه. بیا ما به اون پول احتیاج داریم. یالا شجاعت داشته باش. اون پولا رو وردار دیگه. تو خودت میگه اون اصلاحی 8000 تومان میارزه. ما کار بدی نمی کنیم که. منتظر نصف پول اصلاحه رو برمیداریم. بیا زودتر از اونجا بریم. زود باش ممکنه برگردی. بیا برو مقاشتر. ای جان. ای جان. مردم به دادم برسین. های پاسبان دار کنار بولم رو بردن با دو پاسبان صندوق همه کنی کردن. های پاسبان موزن روشن بردن کرد صندوق همه زده بیاید دانجو بیاید بیاید پیره مرد من دوست نیستم سرکا جون. این دوست نیست چیش بگردش پوله اینا تو جیب شهره بگرد بگرد سرکا جون شما بگرده. آه اون پوله مال من همش مال خودمه سرکا جون. این پوله مال تو داستانه بردش دستن من از شکایت دارم. خیلی خوب بریم
چی شده آقا؟ شما رو چرا آوردن اینجا؟ آدم همیشه تو زندگی فریب دخترهای حوا رو میخوره، همونطور که یک روز بابا آدم براش افتاده مادر ها؟ بله. قصه نخور دخترم، بیا بریم خونه ما یه فنجون چایی بخور، یه خورده استراحت کن، همه چیز درست میشه. متشکرم، من باید برم پسرای کاپیتان رو پیدا بکنم. پسرای کاپیتان، اونا رو هم میشناسم، من خودم قابله یه مادرشون بودم. بریم، من میگم پسرم اونا رو پیدا کنه بیاره خونه. بریم عزیزم، من کمکت میکنم. کاپیتان آدم مثل پسر من میمونه، تو هم عروس منی. بیا بریم دخترم، ناراحت نباش، زندگی هزار پیچ و خم داری، آدم باید باهاش بسازه. ایوا، این که خواص با پیرزنی خوشو داره میره، برم ببینم چی میشه. دخترم از قدیم گفتن در نار. شما دیدیش؟ نه تو دیدیش؟ منم ندیدمش، ولی که دیدم باید پیرزنی داشت میره. خونه هاش مردونگی و جوان مردی تو خوشش اومده، بیا بریم، اون میخواد تو رو ببینه. من نمیتونم، ما الان در وضع بدی قرار گرفتیم، پدرم افتاده تو زندون، برادرم هم از ما غر کرده رفته، هرچی هم دنبال زن پدرم میگردم پیداش نمیتونم. حاویل جون، حاویل، من الان دیدمش، باید پیرزنه داشت میرفت. پیرزنه؟ آره. کجا رفتن؟ رفت یه دونه از این کوچه ها. بریم ببین. برو بالا عزیزم، دست راسته، برو تو اینجا خونه خودت، اینجا.
اینجا باش استراحت کن تا من برم کاپیتان آدمو پیدا کنم بیارم دستشو بذارم تو دستت. از لطفتون متشکرم. حالا باید جلوی من لخ شی. لخ بشم؟ شما کی هستی؟ من این بگو شیطون، همون شیطونی که مدت هاست منتظر یه همچه فرصتیه. حالا دیگه نمیتونی از چنگ من فرار کنی. این روز تو دیگه مال من میشی.
به دل پاکم دلی رو تو بهشت رو یادم آمد چه شبا روزی داشتی به لب گل برگ نیلوفر و دونه شب نمی کاشتی
شروع میشه به حرم بعد شروع میشه. لباس عوض کن، لباس عوض کن. هان نیست. یواشتر رفته. رفته آره. او حضا اینجاست. بریم تو، بریم تو یواشکی. خدا رو شکر که اومدین. من داشتم از قصه دل میکردم. اگه بابام بفهمه تو اینجا آواز میخونی میکشتت. برادرت منو به زور آورد اینجا، اون مجبورم کرد آواز بخونه. بیا بریم دیگه معطل نشم. بریم کجا؟ تو اینجا چی میخوای؟ تو احمق ترین آدم دنیایی، چرا این کارو کردی؟ تو چه؟ تو چه؟ بیا برو بیرون. این زن زن پدر توئه، بی غیرت. بابا چند روز دیگه از زندان آزاد میشه، اون وقت تو رو مثل سگ میکشه. بیا برو بیرون. من هر کاری دلم بخواد میکنم. اگه نری میزنم میکشم. دو درست صورت منو بپر. من برادرتم. اگه بخوای باش برو کنار. بیای برش کن. پرواز بمونه. پرواز داره بلش این کار بردم. میترا برسر ببرش. وایسا شهادت گواهان، اتهام جنایت ثابت گردیده
مجرم طبق ماده 170 قانون مجازات عمومی به اعدام محکوم شد. تیر خورده، هفتیرم اون وسط افتاده. بدون اینکه بفهمم اسلحه را از رو زمین برداشتم. همون بیشتر باعث محکومیت من شد. اگه تو رو اعدام کنن چی؟ اگه تو رو بکشن چی؟ دیگه چی برای من میمونه؟ خدایا، تو بزرگی، تو بخشنده ای. من همین یه پسر برام باقی مونده. دیگه اینو از من نگی. ببخشید آقا، وقت ملاقاتتون تموم شده. بسیار خوب. نترس پسرم. به اون کسی که ابراهیمو از آتش نجات داد، یونسو در شکم ماهی حفظ کرد، به اون امید داشته باش. به اون توکل کن. اون تو رو نجات میده.
جیب ندیدی از اینجا رد بشه؟ چرا قربان، از این بر رفت. برو.
پسرم کشتی خفت میکنم. نه کن تو به من رحم کردی. نه کن. آره من کشتم، من کشتم پسر تو، من کشتم. جمع کنی، جمع کنی، خوش کنی. بگو که پسرم کشتی، بگو. من کشتم قابل. این داره اقرار میکنه. بلم کن، پسر تو من کشتم. بیا، بیارش، بیا قاتل پسرمو بگیر. این قاتل اصلی پسر منه. خودتون که شنیدین اقرار کرد، حالا ببرینش. من شنیدم. ببرینش، ببرینش. خوشو دیگه ناکس آدم میکشی؟ ببرش. مردمانی پیدا میشن. حالا که همه چیزو فهمیدین، زودتر اقدام کنین و پسر منو نجات بدین. بله، همه چیز برای ما روشن شده، ولی متاسفانه. متاسفانه چی؟ اونقدر وقتی به ساعت اعدام باقی نمونده. از شهرم خیلی دور شدیم. تازه دادستانم به ماموریت رفته و تو شهر نیست. دستور لغو اعدام اون باید. من این حرفا سرم نمیشه. باید هر طور شده دادستانو پیدا کنین. هیچ میدونین حکم اعدام ساعت 4 صبح اجرا میشه. بریم زودتر اقدام کنیم. بریم. آقای کامران، خواهش میکنم هر طور شده پیداش کنین. مطمئن باشی، من سعی خودمو میکنم. من خبر بدم. شما بفرمایید. آه، چیزی نمونده. حتما باید حکمو سر ساعت 4 اجرا کنین. نمیشه کمی بیشتر صبر کنین تا خبری از اونها برسه؟ متاسفم کاپیتان آدم، من باید حکمو سر ساعت 4 اجرا کنم. پس اینا چطور شدن؟ از بعد از ظهر تا حالا هنوز نتونستن کاری بکنن؟ دادستان برای ماموریت از شهر خارج شده. تازه اگرم ایشون رو پیدا کرده باشن، تشریفات قانونی پرونده خودش طول میکشه. چه تشریفاتی؟ یعنی زندگی یه انسان اینقدر باید بی‌ارزش باشه؟ خدا! آنو بله. بله. بگید ساعت 8 بیاد. اونا نبودن؟ نه، خیلی متاسفم. خدایا کمک کن. خدایا پسر من بیگناه. خدای من. پسرم، از خداوند طلب مغفرت کن. پروردگار تو بخشنده و مهربانه. به درگاهش استغاثه کن تا از گناه تو بگذره. خدایا، تو خودت میدونی که من بیگناه. با وجود این، اگه تو زندگیم خطایی کردم، منو بپاش. خواهش میکنم به منزل دادستان تلفن کنین، شاید تا حالا اومده باشن. من که تا حالا صد دفعه تلفن کردم. آقای دادستان از شهر بیرون رفته. به همین جهت هم هست که اونا نتونستن موفق بشن. خواهش میکنم یه تلفن دیگه بفرمایین، شاید حالا دیگه اومده باشن. خیلی خوب، بازم تلفن میکنم. متاسفم. مشتکین منفکین حتی تأتیه هم البینه رسول من الله صحفا متهره فیها کتب قیمه. آقای مینوی، شما برای اجرای حکم حاضرید؟ بله رئیس. نه، هنوز خیلی مونده، خیلی مونده. نگاه کنید، هنوز 15 دقیقه مونده. شما نباید مرگ یک انسانو به این سادگی ها جلو بندازید. صبر کنید، شما رو به خدا صبر کنید. خیلی خوب، ما چند دقیقه دیگه هم صبر میکنیم. بله. آه خدایا، کی میشه مجازات اعدام به کلی از بین بره؟ پسر من که بیگناهه، ولی اصولا اگه یه شخصی در اثر اشتباه یا جنون آنی یا تربیت غلط خطا کرد و مرتکب قتل شد، یک جامعه چرا باید همون اشتباه تکرار کنه و آدم بکشه؟ در رو باز کن، بعد ماینش کنم. بشین پسرم. نفس.
خوبه پسرم. Ha ha ha!
دستش دادم حالا مال خودم. از دست اون ازرائیلی در رفتی اینجا افتادی چی؟ بریم باشا چرم جام سرگون خدا را بریم پدر خدا صبح میشه روز میاد توی دنیا شب روز روز شب با هم میچرخیم تو هوا پی هم ما خورشید